شیخ محمد الظواهری یک مهندس است که رشته خود را ترک کرده و به فعالیت‌های دینی و مذهبی روی آورده. او از رهبران برجسته جریان سلفی جهادی در مصر و جهان عرب محسوب می‌شود. در دفاع از این جریان و اندیشه آن چندین کتاب نوشته. با این حال او بیشتر به این دلیل شهرت یافته که برادر ایمن الظواهری رهبر سازمان القاعده است. بارها به افغانستان و برخی دیگر کشورهای مسلمان سفر کردند. به اتهام عضویت در گروه‌های جهادی به اعدام محکوم شده بود، اما به یمن قیام مردم مصر در سال 2011 از زندان آزاد شد. شعار قیام مردم مصر که جوانان سردسته آن بودند، نان، آزادی و عدالت اجتماعی بود. اما مهمان من و دیگر سلفی‌های جهادی دموکراسی را کفر می‌دانند. با این حساب آیا جوامعی که دموکراسی در اونها برقرار است کافرند و باید برای برقراری شریعت در این جوامع جهاد اعلام شود؟ من در اینجا در قاهره با محمد الظواهری گفتگو کردم. شیخ محمد الظواهری به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خوش آمدید. خداوند شما رو زنده نگهدار. ابتدا میخوام بپرسم که جریان سلفی جهادی چه نوع جریانی است؟ واقعیت اینه که ما خودمون رو به این اسم نمیخونیم. دیگران ما رو چنین خطاب میکنن. هدف از این نامگذاری متمایز کردن مسلمان هایی است که دین اسلام رو به طور کامل قبول دارن. یعنی مسلمان هایی که احکام مرتبط به وحدانیت خداوند، احکام عبادات، معاملات در فقه و احکام جهاد رو در عمل پیاده می کنند. در دهه‌های گذشته به دلیل فشار حاکمان و نیروهای خارجی، بعضیها در برابر عملی نکردن احکام فقه و شریعت در ارتباط با جهاد سکوت اختیار کردند. ولی ما خواستار عملی کردن همه قوانین اسلامی هستیم. این قوانین هم شامل رحمت، وحدانیت خداوند، دعوت به اسلامه و هم شامل جهاد در جاهایی که دین اسلام لازم میدونه. بر این اساس فرق بین شما و دیگر سلفی ها در مصر به طور کل در این است که اونها به دعوت و تبلیغ در مساجد اکتفا می کنند و شما جهاد را هم در پیش می گیرید. تقریبا همینطوره. یعنی اونها معتقدند که گشودن این دروازه ها ممکنه باعث ناآرامی بشه، اما نظر ما اینه که باید همه قوانین اسلام رو اونطور که خداوند امر کرده به اجرا درآورد. فقط در بعضی موارد وقتی زیانکاری بیشتر از سود اونه، شریعت اجازه انجام اون رو نمیده. منظور شما از جهاد چیست؟ آیا هدف برداشتن سلاح بر ضد دولت و رژیم های حاکم است؟ نه، منظور ما از جهاد همونه که اسلام امر کرده. یعنی هدف از جهاد راندن دشمن بیگانه است زمانی که به سرزمین مسلمان تجاوز کرده باشه. جهاد برای مقابله با اون مسلمان سرکشی است که در حق برادران مسلمان خودش ظلم روا میکنه. برای برخاستن در برابر اون عده از مسلمانانی است که سلطه دارند و از برقراری شریعت خودداری میکنند. اگر یک حاکم مسلمان بتونه این افراد رو دوباره به آغوش اسلام برگردونه بدون اون که موجب ناآرامی و فتنه شه، باید چنین کاری کنه. ما به همه شیوه های جهاد که اسلام اون رو جایز میدونه عمل میکنیم، از جمله به امر به معروف و نهی از منکر. هم در زمان و مکان مناسب و مطابق با مقررات شرع عمل میکنیم تا مانع فساد بزرگتر بشیم. آیا شما با دیگر گروه‌های سلفی جهادی در دیگر کشورهای عربی هم در ارتباط هستید؟ نه، ما ارتباط سازمانی با هم نداریم، اما با هم پیوند فکری داریم. همه به یه چیز باور داریم، یعنی به اسلام کامل و درست، نه اسلام دولتی که علمای وابسته به حکام ترویج میکنند. القاعده هم مدعی است که بر ضد دولت‌های سرکوبگر و نیروهای بیگانه جهاد میکند و سلاح به دست گرفته. در برخی کشورهای مسلمان این گروه عملیات انتحاری و غیر انتحاری انجام می‌دهد. ولی همونطور که در رسانه‌ها می‌بینید، این عملیات در بیشتر موارد در میان غیر نظامی‌ها قربانی می‌گیرد که بیشترشان هم مسلمان می‌باشند. نظر شما در مورد عملیاتی که القاعده انجام می‌دهد چیست؟ من با این توضیح شما موافق نیستم. رسانه‌های غربی القاعده رو بدنام کردند، در حالی که القاعده چنین نیست. آمریکایی‌ها میخوان اعضای القاعده را افراد تندروی معرفی کنند تا مسلمان‌ها دورشون جمع نشن. من گفتم آنگونه که رسانه ها گزارش میکنند. خب این رسانه ها بی‌طرف و صادق نیستند. برعکس این رسانه ها که مغرض منحرفن، رسانه القاعده است که حقایق رو بازتاب میده. این رسانه نشون میده که چطور جنگجوهای القاعده احتیاط میکنند خون مسلمان ریخته نشه. اینکه خیلی از عملیات هاشون رو در عراق و الجزایر و سوریه متوقف کردند تا حتی به یک مسلمان در پیاده رو آسیب نرسه. ولی من در مورد عملیات انتحاری که در جریان اون افراد بیگناه کشته میشوند صحبت میکنم. القاعده با عملیات مخالف شرع موافق نیست. مگر القاعده از عملیات انتحاری که طالبان در افغانستان انجام میدهند ستایش نمیکنه؟ در کابل مثلا میبینیم که افراد انتحاری در خیابانها خود منفجر میکنند. شاید هدفشان حمله به نیروهای خارجی باشد. شما اگر رسانه ها را دنبال کرده باشید، در بیشتر موارد این عملیات انتحاری جان افغانهای مسلمان بیگناه را میگیرد. القاعده بیگناهان رو نمیکشه، بلکه برای دفاع از بیگناهان میجنگه. طالبان و القاعده از حق امت مسلمان برای داشتن یک زندگی آبرومند دفاع میکنند. وقتی القاعده در 11 سپتامبر به آمریکا حمله کرد، در واقع به تجاوز آمریکا پاسخ میداد که 1 میلیون کودک عراقی رو کشت. چگونه کشتن 1 میلیون کودک عراقی جنایت نیست و یک کار ساده است، اما وقتی برادران قهرمان ما پاسخ اونها رو میدن جنایت. جنگجویان القاعده بدون دلیل برای کشتن آمریکایی‌ها به این کشور نرفتند. اونها نرفتند که واشنگتن رو اشغال کنند. برای پاسخ به تجاوز آمریکا به کشورهای عربی و مسلمان بود که به آمریکا رفتند. پس شما حملات 11 سپتامبر را توجیه می‌کنید؟ بدون شک حملات 11 سپتامبر یک عمل مشروع بود، چرا که این آمریکا بود که تجاوز را شروع کرد و غیر نظامیانی که در جریان حملات جان باختند کشتن اونها را چگونه توجیه میکنید؟ توجیه من اینه که اگر اینها کشته نمیشدند 5 میلیون مسلمان کشته میشدند. 2 میلیون مسلمان را کشتند، کسی پاسخ اونها را نداد. اما آنچه که در پی این حملات اتفاق افتاد را چگونه توجیه میکنید؟ یعنی وقتی آمریکا در پی حملات به افغانستان و عراق حمله کرد، تعداد افرادی که در جریان جنگ کشته شدند به مراتب بیشتر از اون 5000 نفر بودند که در جریان حملات 11 سپتامبر جان دادند. نه، این از نگاه شرع جایزه. القاعده کاری خلاف شرع انجام نمیده. اگر اونهایی که کشته شدند مخالف دولت آمریکا بودند، باید مخالفتشون رو نشون میدادند. وقتی آمریکا غیر نظامیان رو میکشه، هیچ کس اعتراض نمیکنه. و شما این را هم به یاد دارید که بیشتر غیر نظامیانی که در جریان حملات 11 سپتامبر کشته شدند، کاری به سیاست آمریکا نداشتند. آیا کشته شدن این افراد مخالف شرع نیست؟ این حکم شرعه، حکم شرع. جناب شیخ چطور اعتراض نمی‌کنند؟ شما میگویید که این افراد باید نشان میدادند که مخالف سیاست آمریکا هستند. گروه‌های زیاد در داخل آمریکا فعالیت می‌کنند که مخالف سیاست کشور هستند. شما می‌خواهید آمریکایی‌ها مسلمان‌ها رو بکشند و ما دست رو در... اما این گروه‌ها مخالفت خود را با انجام عملیات انتحاری نشان نمی‌دهند. این حکم شرعه. اگر کافر حمله کرد، باید با تمام توان به اون پاسخ داد. حملات 11 سپتامبر پاسخ تجاوز آمریکا به کشورهای عربی بود. القاعده برای فتح واشنگتن اونجا نبود. آمریکا سالهاست در کشورهای عربی حضور داره. 60 سال پایگاه زهران در عربستان سعودی رو اشغال کرده. از اونجا عملیات نظامی میکنه. از همونجا به افغانستان حمله شد. در افغانستان و عراق و شبه جزیره عرب خون مسلمان‌ها ریخته شد، کسی صداش رو بلند نکرد. خون مسلمان رو اندازه غربی باید ارزش داشته باشه. اما بسیاری از دانشمندان مسلمان این حملات را محکوم کردند. از جمله بیشتر دانشمندان الازهر در اینجا در مصر. وقتی شما این حملات را توجیه میکنید، خود را در برابر افراد قرار نمیدهید که رشته اصلی اونها فقه و شریعت است. معیار ما شرع. همه دانشمندان معتبری را که میشناسیم ابتدا از این حمله ها استقبال کردند. بعد دولت ها به اونها فشار آوردند، بعضی ها نظرشون رو تغییر دادند، اما بعضی هم بر رأی خودشون ایستادند. بیشتر علمای الازهر عملیات انتحاری و کشتن افراد غیر نظامی بیگناه را محکوم می‌کنند و آنچه را که شما از اون به عنوان تجاوز آمریکا به کشورهای مسلمان و عربی یاد کردید، اون را هم به شدت محکوم می‌کنند. ولی در عین حال طرفدار این نیستند که افراد غیر نظامی بیگناه کشته شود در جریان عملیات انتحاری که القاعده یا دیگر گروه‌ها انجام می‌دهند. آنچه شما میگید یه منطقه وارونه است. آمریکا من رو میکشه، من دست رو دست بگذارم و بی تفاوت بنشینم. من پایبند شرعم. اگر شرع اجازه بده چرا چنین حملاتی انجام نگیره؟ من حاضرم با هر دانشمندی در این زمینه مناظره کنم. آیا نظرسنجی‌هایی را که در مورد القاعده انجام می‌گیرد دنبال می‌کنید؟ بیشتر این نظرسنجی‌ها توسط نهادهای غیر دولتی، روزنامه‌ها و مجله‌ها انجام می‌گیرد. اکثرشون بی‌طرف هستن. والله اگر بی‌طرف باشن. اما نتایج جهانپرسی‌ها مخالف آن چیز که شما میگید. بسیاری از اینها بی‌طرف نیستند. واقعیت اینه که همه این نهادها اتفاق نظر دارند که پس از 11 سپتامبر همه مسلمان‌ها از القاعده حمایت کردند. نوزاد رو به اسم شیخ اسامه بن لادن نام گذاشتند. بیشتر مسلمانان فکر می‌کنند که القاعده اسلام بدنام کرده و این نشان میده که محبوبیت گروه هم در میان مسلمان‌ها کاهش یافته. اجازه بدید به حرف من گوش بده برادر عزیز، یک دقیقه. نه، این درست نیست. مثلا در نیجریه بیشتر نوزادان پس از 11 سپتامبر رو اسامه بن لادن نام گذاشتن. اینجا در مصر، در همه جا، همه ملت‌های مسلمان احساس کردند کرامت خود رو پس گرفتند. شما حکم شرع می‌گویید، ولی دانشمندان و فقهایی که رشته اصلی اونها علوم شرعی است، از نگاه شرعی عملیات القاعده را که در جریانیون غیرنظامی‌ها کشته می‌شوند، غیرنظامی‌های شورای علما در اتحاد اسلامی عربستان عملیات شهادت طلبانه را تایید کرد. این عملیات انتحاری نیست، شهادت طلبانه است. عملیات انتحاری که القاعده انجام می‌دهد و باعث کشته شدن افراد غیر نظامی بیگناه می شود. نه، القاعده غیر نظامی ها رو نمی کشه. ممکن است در 11 سپتامبر غیر نظامی ها کشته شدند. دشمنان اسلام کشته شدند. در بینشان مسلمانان بودن. کدام مسلمان؟ این چیزیست که ما میشنویم. جناب شیخ، نام‌هایشان منتشر شده. اگر شما نام‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را ببینید، نام مسلمانان را که کشته شدند پیدا می‌کنید. میدونی یکی از افرادی که در مرکز تجارت جهانی نیویورک کشته شد، رئیس دفتر فدرال آمریکا بود. او عملیات تحقیق در مورد کشتی جنگی لیبرتی در یمن رو اداره میکرد. اون که کشته شد چرا نامش رو ذکر نمیکنن؟ اون دوست مسلمانان بود یا دشمنشون؟ نظر شما در مورد عملیاتی که حالا گروه‌های مرتبط به القاعده انجام میدهند چیست؟ مثلا بر ضد پلیس، حتی بر ضد شیعه ها عملیات انجام میدهید؟ نه، ما انجام نمیدیم این رو. این گروه ها خود به القاعده مرتبط می‌دانند. بله. رهبران القاعده گفتند که هر عملیاتی که مخالف شرع باشه ما مخالف اون هستیم. حتی شیخ یوسف قرظاوی عملیات انتحاری رو جایز می‌دونه. همه علما عملیات انتحاری رو تایید می‌کنند. من شخصاً با بسیاری از دانشمندان مسلمان در تماس شدم. همه ایشان طرفدار انجام عملیات انتحاری نیستند. اون‌های هم که تایید می‌کنند، از جمله شیخ یوسف قرظاوی، شرط دارند. بیشترشان طرفدار عملیات انتحاری گروه‌های مقاومت فلسطینی در داخل سرزمین‌های اشغالی هستند. استدلالشان هم است که گروه‌های فلسطینی توان نظامی اسرائیل را ندارند. بنابراین تنها راهی که برایشان باقی می‌ماند است که بر ضد نیروهای اشغالگر اسرائیلی عملیات انتحاری انجام بدهند. اما فلسطینی‌ها هیچگاه بین خود و بر ضد یکدیگر عملیات انتحاری انجام نمی‌دهند. در حالی که شما در عراق، افغانستان و پاکستان می‌بینید که بین خود مسلمان‌ها عملیات انتحاری انجام می‌گیرد. ببینید، مسئله بسیار ساده است. القاعده گفته که تنها بر ضد دشمنان اسلام عملیات انتحاری انجام میده. بنابراین وقتی القاعده هم بر ضد آمریکا دست به عملیات انتحاری بزنه جایزه، چرا که آمریکا قوی است و القاعده ضعیف. آمریکا بیشتر از اسرائیل به کشورهای مسلمان تجاوز میکنه. این رو که قبول کردید، اون رو نیز قبول کنید. این رأی من نیست، شما خودتون این نظر رو مطرح کردید و با اون قانع شدید. نظر من نیست. من گفتم که شیخ یوسف قرظاوی چنین میگه. ببینید، من سوال خود را دوباره تکرار میکنم. عملیات انتحاری که برخی گروه‌های مرتبط به القاعده در داخل کشورهای مسلمان انجام می‌دهند و باعث کشته شدن غیرنظامی‌های بیگناه می‌شود، آیا از نگاه شرع جایز است؟ ببینید، برای اینکه مانند رسانه‌های غربی اطلاعات نادرست رو به القاعده نسبت ندیم، باید حرف خود اونها رو بیان کنیم که میگن هر عملیاتی که خون مسلمان در اون ریخته بشه مخالف شرعه. اما بعضی مسلمان‌ها ممکنه از مزدوران آمریکا و غرب باشن، به اونها کمک کنن. اگه کسی در کنار کفار بر ضد من بجنگه، من رو با سلاح آمریکا بکشه، باید در مقابلش بلند شم. پس مسلمانان بیگناه کشته میشوند محکوم میکنید اگر که مخالف شرع باشه. منظورم افراد بیگناه است، کسانی که هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارند. البته از نظر من و القاعده و همه گروه‌های جهتی، هر قطره خون یک مسلمان که بیجا ریخته بشه حرومه، اما چنین چیزی رخ نداده. آیا شما همچنان با برادرتان ایمن الظواهری که حالا رهبر القاعده است ارتباط دارید؟ از زمانی که از ایمن جدا شدم هیچ ارتباطی با اون نداشتم. امکان هم نداره که با اون تماس برقرار کنم. حتی اگه بتونم با اون تماس بگیرم، این کارو نمی‌کنم که آمریکا رد پاشو پیدا نکنه. آخرین بار چه زمانی بود که او را دیدید؟ آخرین بار سال 1996 بود. در افغانستان؟ نه، در آذربایجان. رابطه شما با اخوان المسلمین چطور است؟ حالا این گروه در قدرت است. حداقل یک عضو اون رئیس جمهور مصر است. هر که لا اله الا الله بگه و کاری انجام نده که اون را از اسلام خارج کنه برادر ماست. اگر اشتباه کرد و مرتکب معصیت شد این رو دوست نداریم، اون رو متوجه میکنیم. ما گرایش اونها به دموکراسی و دولت مدنی و سکولاریسم رو رد میکنیم. این مخالف شرعه. به اخوان المسلمین و گروه های سلفی توصیه میکنیم نشون بدن که اونها میخوان شریعت رو برقرار کنن یا نه. فکر میکنم همه مسلمان ها از جمله اخوان خواهان اجرای قوانین شریعت هستند. اگر اخوان واقعا چنین میخوان باید به صراحت بگن. آیا شما با شیخ ابو مصعب هم نظر هستید؟ او میگه که رئیس جمهور مرسی یک طاغوت است، یعنی کافر است. ابو مصعب کیه؟ یکی از رهبران جریان سلفی جهادی در مصر. یکی از شبکه‌های تلویزیونی عربی اخیراً با او گفتگو کرده. اون از رهبران جریان سلفی جهادی نیست، هیچ وقت هم عضو القاعده نبوده. به طور کلی در مورد نظامی که مرسی رئیس جمهور اونه حکم میده، نظام حاکم همچنان سکولاره. در این نظام حاکمیت از آن مردمه نه از آن خداوند. یعنی شما مانند برخی از رهبران سازمان الجهاد نظام حاکم را کافر نمیدانید. نظام فعلی سکولار و کاملا غیر اسلامی. پس نظام حاکم در مصر کافر است. این یک نظام مدنی است، اسلامی نیست. یک نظام یا اسلامی است یا غیر اسلامی. این نظام بدون شک غیر اسلامی است. ما میدونیم که اخوان المسلمین خواهان اجرای قوانین شرع هستند. به اونها میگیم به خود ملت رحم کنید، به صراحت بگید چه میخواید. مخفی کاری باعث بروز فتنه میشه. نظام کنونی مدنی و غیر اسلامی است. در نظام اسلامی حاکمیت و قانونگذاری از آن خداونده. در چنین نظامی ملت حق قانونگذاری نداره. این تنها حق خداست. یعنی هدف شما اجرای قوانین شرع با تمام جزئیاتی که خدا امر کرد. فرض کنیم که اخوان المسلمین قوانین شرع را اجرا نکردند و وضعیت فعلی ادامه پیدا کرد. آیا شما بر ضد اخوان المسلمین می‌جنگید؟ این یک سوال تحریک‌آمیزه. شما از پیش نتیجه گیری می‌کنید. ما از همه راه‌هایی که شریعت اجازه میده استفاده خواهیم کرد. از جمله استفاده از سلاح؟ از جمله استفاده از سلاح در زمان مشخص که شریعت اجازه بده، وقتی منفعت استفاده از سلاح زیاد باشه، وقتی دعوت و تبلیغ بی نتیجه بمونه. اما در مورد اخوان المسلمین ما بدگمان نیستیم. شما فکر میکنید اونها از حسنی مبارک بدترن و به این وضعیت ادامه میدن؟ ما اینطور فکر نمیکنیم. در حال حاضر ما همه مردم رو به اجرای قوانین شرع دعوت میکنیم. باز هم فرض کنیم که یک حزب سکولار برنده انتخابات شد و گفت که نمیخواهد که دولت دینی در مصر برقرار شود، بلکه میخواهد یک دولت دموکراتیک و مدنی بر مصر حاکم باشد. موضع شما چه خواهد بود؟ ما اصلا به انتخابات باور نداریم. مخالف نظام‌های مثل مبارک هستیم. ما شریعت می‌خوایم. هر کس مخالف ماست به صراحت بگه که مخالف اسلامه. ما خواستار اجرای قوانین شرع هستیم، همونطور که خدا امر کرده. ما مطابق با شرایط زمان قوانین شرع رو برقرار می‌کنیم. در بعضی موارد اجرای قوانین شرع متوقف میشه یا توانایی اجراش وجود نداره. اینجاست که مشکل ایجاد میشه. ما خواستار اجرای کامل احکام هستیم، اما کسی که مخالفه به صراحت بگه که مخالف اسلامه. چرا به من میگی که جنگ میکنی یا نمیکنی؟ من زمانی میجنگم که خداوند من زمانی میجنگم که خداوند بگه بجنگ یا از جنگ دست بردار. خداوند که به من امر کرد از جنگ دست برمیدارم. صلح و دعوت رو هم در زمان لازم پیش میگیریم. سوال من روشن بود. اگر یک دولت دیگر جایگزین دولت اخوان المسلمین شود و یک دولت مبتنی بر اصول دموکراسی و مدنیت برقرار کند، موضع شما چه خواهد بود؟ بهتر از من بپرسی شرع در این ارتباط چی میگه. موضع ما موضع شرع. موضع شما چه خواهد بود؟ اگر موضع شرع این باشه، آیا با این دولت میجنگید؟ اگر موضع شرع این باشه با چنین دولتی بجنگیم، میجنگیم. اگر بگه صلح کنید، صلح میکنیم. شما مثلا خواهان برقراری یک نظام شرعی هستید. چرا از شیوه های دموکراتیک برای برقراری چنین دولت استفاده نمیکنید؟ اگر منظور شما از دموکراسی استفاده از شیوه های مسالمت آمیز مبارزه باشه، مثل نافرمانی مدنی و تظاهرات، ما از این شیوه ها استفاده می کنیم. اگر منظور شما از دموکراسی حاکمیت مردم باشه و اینکه ملت حق قانونگذاری داشته باشه، این مخالف اصل دینه. چرا که دین میگه حاکمیت تنها از آن خداونده. ما بردگان خدا هستیم. در یک نظام دموکراتیک حاکمیت از آن ملت و ما همه تابع رأی ملت. این دو با هم جمع نمیشن. پس شما رژیم مانند آنچه در ترکیه، مالزی یا برخی دیگر از جوامع مسلمان حاکم است نمیخواهید. همه این جوامع مثل جوامع ما مسلمان هستند. منظورم این است که رژیم‌های حاکم در این کشورها دموکراتیک است. نه، این نوع نظام رو ما نمیخوایم. نه، ما نظام اسلامی و شرعی میخوایم. وقتی انقلاب 25 ژانویه آغاز شد شما در زندان بودید. اونهایی که انقلاب را آغاز کردند و اونهایی که تظاهرات را سازماندهی کردند بیشترشان جوانان بودند. شعار اینا نان، آزادی و عدالت اجتماعی بود. یعنی شعار برقراری قوانین شرع یا قیام دولت اسلامی را سر نمیداد و به برکت همین انقلاب شما از زندان آزاد شدید. حالا وقتی که شما برخواسته ایتان برای برقراری قوانین شرع در وضعیت فعلی پافشاری میکنید، آیا این به معنای زیر پای گذاشتن خواسته های اونهایی نیست که در آزادی شما از زندان و فراهم کردن آزادی که امروز ملت مصر از او بهره مند است کمک کردن؟ خب فرمودید. به من وقت بدید تا به سوال شما به طور کامل پاسخ بدم. چند موضوع رو مطرح کردید. شما سوالتون رو بر مقدمه‌ای بنا کردید که با اون موافق نیستم. کسانی که مردم رو به انقلاب دعوت کردند همون جوانان بودند که شما ذکر کردید. از فیسبوک استفاده می‌کردند، از جنبش جوانان 6 آوریل بودند. درسته. اما انقلاب رو چه کسی ساخت؟ ملت، همه ملت. این جوانان نمیتونن حتی بخشی از یه میدون رو هم پر کنن. این ملت بود که میدون‌ها رو در سراسر مصر پر کرد، چون مردم احساس ظلم می‌کردند، ظلم اجتماعی، سیاسی، امنیتی و شکنجه می‌شدند. مهمترین ظلم اما ظلم آزادی عقیده بود. صدها ساله که علنا در حق این ملت ظلم میشه. دشمن غربی ما را از اجرای شریعت منع می‌کنه. متاسفانه علمای شهر نقش خودشون رو در انقلاب 25 ژانویه ایفا نکردند، چون وابسته به نظام بودند. باید خواسته های ملت رو مطرح میکردند. چه کسی شعار نان و آزادی و عدالت اجتماعی سر داد؟ برخی لیبرال ها بودند. شما خوب باید دارید که هیچ کس، یک دقیقه برادر، یک دقیقه، در طول 18 روز انقلاب شعار اجرای قوانین شهر را سر نداد. چرا؟ چون ملت مسلمان مصر احساس ظلم میکرد. یکی از جنبه‌های بزرگ ظلم اینه که این ملت از حقوق شرعیش محروم بود. کسانی که خواسته های این ملت رو مطرح کردن امانتدار نبودند. اونها خواسته های فرعی رو مطرح کردن، خواسته اصلی رو کنار گذاشتن. میگن ما در این انقلاب شرکت نداشتیم. نه، ما این انقلاب رو با خون و جسد و تحمل کردن زندون ساختیم. اون رو تایید کردیم، ما هیزم اون بودیم. ولی بعضی‌های انقلاب رو از ما دزدیدند و خواسته‌هایی رو مطرح کردند که ملت اون رو نمی‌خواد. این اتهامی که شما به مخالفان خود می‌بندید، اونا به شما متوجه می‌کنند و می‌گویند که شما و اخوان المسلمین در واقع انقلاب را دزدیدید. بگذارید موضوع را. یک دقیقه برادر. نه، نمی‌گذارید. به آرامی مسائل به آرامی حل میشه. این ملت حق نداره شریعت رو برقرار کنه. در 200 سال گذشته که ملت مصر از اجرای قوانین شرع منع شد، خود ملت که این کار رو نکرد. بیگانگانی که مصر رو اشغال کردن. شما میگید که انقلاب به من نیکی کرد، موجب شد که از زندان آزاد بشم. بله، ظلم رو از روی من برداشت، اما این انقلاب چیزی به من نداد. من که حالا از زندان آزاد شدم میخوام پاسخ این نیکی رو بدم. و اون اینه که خواسته های اصلی ملت رو بیان کنم که همانا اجرای قوانین شرعه. اگر یک همه‌پرسی شفاف زیر نظارت ناظران معتبر و بیطرف که شما هم اونها را قبول کنید برگزار شود و ملت مصر بگوید که نمیخواهد قوانین شرع یا دولت اسلامی برقرار شود، آیا نتیجه این همه‌پرسی را میپذیرید؟ ببینید برادر، ما پایبند شرع هستیم. هیچ مسلمانی چنین چیزی نمیگه. به فرض اینکه یک مسلمان چنین بگی، البته فقط یک فرض خیالی بعید، باز ما بر اساس قوانین شرع عمل میکنیم. اگر در کشوری باشیم که کفر بر اون حاکم باشه، یا از اون مهاجرت میکنیم یا به اصلاح اون میپردازیم، اگر امیدی به اصلاح وجود داشت، یا تصمیم دیگری میگیریم. ولی جناب شیخ، برخی مخالفان شما را متهم میکنند که شریعتی که شما از او صحبت میکنید در واقع فهم و تفسیر خود شما از شریعت است که همه با او موافق نیستند و میگویند که شما میخواهید که فهم خود از شریعت را بر ملت مصر و مخالفان خود تحمیل کنید. بسیار خوب فرمودید، بسیار زیبا. ما پاسخ این رو فقط با یک حرف میدیم. ما با اجرای قوانین شریعت مطابق هر مذهبی که باشه موافقیم، چه بر اساس مذهب حنفی باشه یا حنبلی یا مالکی یا شافعی. هر مذهبی که اساس شرعی داشته باشه و در اون حاکمیت از اون خدا باشه، اون رو همونطور که هست میپذیریم. آیا قانون اساسی مصر میپذیرید؟ البته نه. چرا که شما اون رو خوندید. این قانون اساسی را الازهر تایید کرده و الازهر بالاترین مرجع دینی مسلمانان سنی مذهب در جهان است. ما به عنوان مسلمان افراد رو نمی پرستیم. پیامبر گفته، شما گفتید که اگر دانشمندان مسلمان یک قانون را تایید کنند شما همون را قبول می کنید. الازهر این قانون اساسی را تایید کرده و بیشترین تعداد دانشمندان برجسته سنی مذهب در همین الازهر هستند. همه دانشمندان مسلمان، حتی اونهایی که موافق قانون اساسی هستند، مثل شیخ یاسر برهامی، معاون رئیس گروه سلفی الدعوه السلفیه و علمای الازهر، گفتند که دموکراسی کفر است و این مسائل همه مسائل کفری هستند، اما اونها گفتند که اون رو بر اساس قاعده سود و زیان میپذیرند. سند الازهر را قبول دارید؟ این سند را همه احزاب سیاسی مصر، حتی احزاب اسلامی تایید کردند. ما به اونها میگیم این سند میگوید که نظام سیاسی مصر باید ملی، قانونمند، دموکراتیک و مدرن باشد. این سند را خوانده؟ اجازه بدید. اون رو خوندم. ما برای علمای الازهر احترام قائلیم و اونها رو دوست داریم. پدر بزرگ من شیخ الازهر بود. همیشه علمای الازهر سردسته انقلاب‌ها در مصر بودند. اما اگر الازهر با شرع مخالفت کنه، رأی الازهر رو هم قبول نمی‌کنیم. پس شما سند الازهر رو قبول ندارید؟ البته که قبول نداریم، چرا که مخالف اسلامه. اما مخالفت ما ناشی از سرسختی و تعصب نیست، بلکه به این دلیل که مخالف اسلامه. وقتی شما الازهر رو قبول ندارید، در مورد مسائل دینی به کی مراجعه می‌کنید؟ کی گفته قبول نداریم؟ ما نظر علمای معتبر الازهر رو قبول داریم، در صورتی که موافق شرع باشه. ما علمای زیادی بین خودمون داریم و نزد خیلی از علما شاگردی کردیم. بین ما اهل علم زیاده. شیخ محمد الظواهری، ممنون از اینکه مهمان برنامه به عبارت دیگر.